په داسې حال کې چې یو شمیر خلک په راتلونکو ټاکنو کې د حکومت له مداخلې څخه اندېښنه لري، خو ولسمشر احمد کرزی یو ځل بیا وایي چې زه به په راتلونکو انتخاباتو کې بې طرفه یم. کاندیدان خو ما دي الحمدلله ډېر دي رامختصوي تاسې بیې څېړي او تحلیلوي به او بیا به رایه ورکوي، هغه ستاسو حق دی. زه به تر یو مرحلې پورې په دې پروسه کې د انتخاباتو د کاندیدانو دخیل یم، هر عمر به دخیل یم. خلک راته راځي، کاندیدان هم راته راځي، خبرې راسره کوي، څوک وایي زما سره ودرېږ، څوک وایي زما سره ودرېږ، څوک وایي داسې به وکړو، څوک وایي داسې، مختلف پیشنهادات راځي. خو تر هغه ورځ پورې چې سپتامبر خلاصېږي او د کمپینو مبارزه شروع کېږي، زه به په دې مشورو کې دخیل یم. کله چې کاندیدان تثبیت شول او میدان ته شوه، بیا به نو زما مخ ته یو پاټکی یو زنځیر به وي او زما لاره به بندي، خو تاسې به آزاد است چې ورسې خپل انتخابات وکړي او خپل کمپینونه وکړي او څوک چې مو خوښ شي هغه ته رایه ورکړي. صرف د رایې په ورځ به زه دا حق لرم چې ورسم هغه چا ته زما شخصاً خوښ دی هغه خپله شخصي رایه واچوم. نور به زه د انتخاباتو په معامله کې مطلق بې طرفه او لاس تړلی ولاړ یم. د امنیت په چارو کې، د تسهیلاتو په چارو کې، د زمینه سازۍ په چارو کې او د پردو د مداخلې د ممانعت په چارو کې به زما غږ ډېر قوي. هلته خو مې خوله بنده وه 15 کال د مخه، زه خپله کاندید وم. که ما ویل چې داسې وایي، ګوره د ځان دپاره وایي، خو نن مې خوله بنده نه ده، سور اور به یم که چا مداخله. سلام او وخت مو په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو ته تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. ولسمشر احمد کرزی په داسې حال کې په ټاکنو کې د بې طرفۍ خبره کوي چې ویل کېږي د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی زلمی رسول به په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر احمد کرزی نوماند وي. خو آیا واقعا ولسمشر احمد کرزی او نور حکومتي چارواکي به په ټاکنو کې بې طرفه پاتې شي؟ د دې موضوع د څېړلو لپاره راسره میلمانه دي د ملي ائتلاف غړی مولانا فرید، د ولس جرګې غړی کمال ناصر اصولي، د سیاسي چارو کارپو انجینر محمد یونس فکور او د ملي وفاق د ګوند مشر بسم الله شیر. تاسو ټول ستړي مشئ، بس بخیر راغلئ. آقای فرید، در آغاز به شما میایم. آیا واقعا رئیس جمهور در انتخابات آینده بې طرف خواهد ماند؟ چیزی که میگوید. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه شهادت برادر محترم امان الله امان رئیس کمیسیون انتخابات ولایت قندوز که از طرف تروریست ها و طالبای جنایتکار به شهادت رسیدن، دوستان اقارب به خانوادش تهنیت عرض می دارم و از خداوند برشان صبر جمیل خواهانم. با عرض احترام خدمت بینندگان محترم، مهمانان نهایت عزیز در میز، ما ایتر خدمت عرض بکنم که رئیس جمهور افغانستان سخنان بسیار زیبای را و ارتباط عدم مداخلهشان در انتخابات یا بی‌طرفی‌شان نسبت به انتخابات در برابر مردم افغانستان قرار گرفتن و ارائه داشتن. این سخن سخنی است که آدم از ذات از نفس سخن میتونه استقبال بکند، اما مردم افغانستان تجربه های زیادی از وعده های رئیس جمهور افغانستان ظرف 12 سال یا 13 سال زعامتشان نسبت به وعده هایشان داشتین. بناهن از نظر مردم افغانستان و قضاوت مردم افغانستان است که رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی وعده خلافترین رئیس جمهور شاید در سطح منطقه باشد. تا هنوز به هیچ یکی از وعده های خود وفا نکرده. ببینین رئیس جمهور افغانستان در انتخابات دور دوم وعده کردند که ما در افغانستان صلح تامین میسازیم، ما در افغانستان امنیت میاریم، ما در افغانستان در برابر پارلمان که یکی از برادر بسیار موثر که در پارلمان هستن اصولی صاحب در کنار ما قرار دادن، برابر این ملت اعتراف کردند که فساد از بین ببریم. رئیس جمهوری افغانستان و گفتند که ما قانون شکنارا و قانون گریزارا به دادگاه میکشانیم، اما تا امروز نمیتونه رئیس جمهور افغانستان ثابت بسازه که با فکر کدام وعده خود تفاوت وجود داشته باشه که بعضی کارهایی است که رئیس جمهور از میتواند کور عملی بسازد، بعضی کارهایی است که زور شاید نرسد، این که در انتخابات مداخله نکند. فکر نمیکنید یک کار آسان است مداخله نمیکند، مربوط به شخص خودشان میشه؟ ما اینطور خدمتتون عرض بکنم که قبل از اینکه رئیس جمهور افغانستان
نسبت به این موضوع موقف بگیرند، مردم افغانستان شاهد مداخلات عجیب غریب رئیس جمهور در امور انتخابات است. اجازه بدین ببینید. بله. برای اولین بار از قندهار توسط جوانان صدا میبرد که باید انتخابات صورت نگیرد. یک. دوم، والیشان جناب ویسا که باید حافظ قانون به نمایندگی از رئیس جمهور مجری قانون در ولایت خود باشد، صدا بلند میکنند که انتخابات در افغانستان صورت نگیرد. اما خود رئیس جمهور میگوید که مسائل امنیتی و دیگر مسائل باید شک پیدا نکنه و انتخابات در وقت زمان برگزار شود. اجازه بدین. و همچنان بعضی وکلای پارلمان به مصرف رئیس جمهور، البته با مصرف پشت پرده و پنهانیش، در مجلل ترین هتل کابل میآیند زمینه عدم برگزاری انتخابات مصرف رئیس جمهور برگزار شده. اگر نیست، رئیس جمهوری افغانستان چرا در برابر همچه اظهارات موقف جدی نگرفت؟ ببینین یکی خود یک پاسخ نیست که رئیس جمهور میآید و میگوید که انتخابات در وقت و زمانش برگزار می شود، هیچ کس مانع شده نمیتواند. از این لحاظ پاسخ نیست. باید رئیس جمهور افغانستان با کسایی که در هتل جمع شده بودند یک امر غیر قانونی را مطرح کردن، ذهن مردم افغانستان را مخشوش ساختن، اما شب موقف می گرفت و می گفت این مردم نمایندگی از ملت افغانستان نمی کنند به خاطر که اما در مقابل کی خلاف قانون است. اظهارات دیگر هم خلاف قانون صورت گرفته. آیا رئیس جمهور تمام آنها را زندانی بسازد؟ تعدادی رفتن تا در جرمنی و جاهای دیگر جمع شدن، گفتن ما حکومت فدرالی و دیگر مسائل عجب موضوعی را مطرح کردن. ببینین این همین مشکل رئیس جمهور افغان. ببین رئیس جمهور افغانستان با رفتن چند نفر به جرمنی یا به امریکا حساسیت نشان میده و سخنگویش میگه که شرم از ما مشکل انتخابات و مسائل انتخاباتی خود در پیش خارجی از بیرونش کشور مطرح کنیم. اما رئیس جمهور یادش میره دیگه وقتی که در کنفرانس شانگهای شرکت میکنه خودش موضوع انتخابات با یک رئیس جمهور خارجی. سوال کنم که شک دارین رئیس جمهور مداخله خواهد کرد؟ اگه اجازه من میگم به خودم تکمیل بکنم. اما رئیس جمهور این طور است که خود فوق قانون فکر میکنه. اگر دیگرا برن روی مسائل انتخابات در بیرون از کشور صحبت کنن شرم است، اما رئیس جمهور در حاشیه کنفرانس شانگهای اگر میره با پوتین میگه که ما فلان شخص کاندید ما در انتخابات ریاست جمهوری است، این شرم نیست. ما یک کلمه براتون میگم که ببینین رئیس جمهور خودش اعتراف کرد که مداخله دارد. به کدام معنا؟ گفت زمانی که ثبت نام شد ما مداخله نمیکنم. معنی این گپ است که ما تمام عوامل مداخله را، راههای مداخله را تا وقت ثبت نام کاندیدا هموار میسازم، بعد از او باز ما دیگه مداخله نمیکنم. اما چی فکر میکنید مسیر مستقیم 18 روزی که به خاطر زمان ثبت نام مانده 18 روز دیگه رئیس جمهور 18 روز چی مداخله کرده میتونه؟ تا کنون هیچ کسی مشخص نگفته که من نامزد ریاست جمهوری هستم. و این خود نامزدم گفته نمیشه تا زمانی که بسته انتخاباتی تکمیل نشه، دوباره سپرده نشه با کمیسیون مستقل انتخابات، نامزد گفته نمیشه کسی. من چند مداخله را به ارتباط قضیه فهمیده خدمتتون عرض میکنم و در بعض شواهدم دارم که در این میز وجود دارن. متوجه شدی؟ آقای محقق خودش اعتراف کرد که رئیس جمهور مرا خواست، گفت باید از کاندید مورد نظرش حمایت بکنم. حمایت یا معاون باشه؟ خب معنیش چی؟ معنی را حمایت معاون که باید از او بالاتر مداخله است. ببینین در روزنامه برآمد که از باصدات 6 ساعت رو ساعت فشار آورد با معاونینش که باید از کاندید مورد نظرش در او وقت که جناب استاد سیاف بود حمایت بکنه. ببینین شما دیگر از این کردن مداخله را چی میخواین؟ ببینین رئیس جمهوری افغانستان به عنوان یک شخص میتونست به عنوان یک شخص از موقف یک نفر مثل مولانا فرید در جر بحثای سیاسی بشیند. ببینین پیش ما جناب فکر صاحب حضور دارند. اینمی آقای کرزی اطلاع دقیق دارم از جناب گل آقای شیرزوی که یکی از شخصیت های مهم افغانستان هستند، خواست خود کاندید نسازه به نفع کاندید دیگه بگذره. شما وقتی که خود دوره گذشته بود یا فعلا خواست؟ امی فعلا هم خواست است. وقتی که یک رئیس جمهور با کدام کاندید گفتیش بگذره باید؟ باز دلمای رسول اردود از یک قوم هستین، بارکزی هستین، تو نباید فهمیدی در برابر از او قرار بگیری. تشکر. بنان بله. وقتی که راههای مداخله را هموار میکنه بعد از او ضرورت برای مداخله است، اما نه از این طریق. تشکر. خغله اصولی فکر کوي چې پټاکونو کې یوازې د ولسمشر نه مداخله شرط دی چې مداخله ونکړي، کنه ټول حکومتي چارواکي یا هغه څوک چې په قدرت کې دی باید مداخله ونلري. بسم الله الرحمن الرحیم. نیک هیله او احترامات تاسو ته، د میز ګډونوالو ته، تلویزیون کتونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما د بحثونو څخه هیڅوک هم خفه نه شي، څوک چې موږ ګوري. وګورئ د افغانستان په 2009 کال کې په انتخاباتو کې د ولسمشر ټیم، د ډاکټر عبدالله ټیم، د نورو کاندیدانو ټیمونو
ټولو درغلی کړی ده، یو نه چې یو شخص درغلی کړی، ټولو کړی ده. د افغانستان والیان به د افغانستان د حکومت والیان وي، اما په هغه وخت کې د یو کاندید دپاره کار نه دی کړی، ټول تقسیم شوي دي، د خپلې خوښې وړ کاندید ته یې کار کړی. په افغانستان کې د امنی قمندانان ټول تقسیم شوي دي، خپل خوښې وړ کاندیدانو ته یې کار کړی، ټولو جال کړی، ټولو تصویر کړی. تر دغه ځای راغلی ده نن بیا موږ د انتخاباتو دپاره اووه میاشتې مخکې لرو. د افغانستان ولسمشر که وغواړي هم چې د افغانستان د څلور دیرشو ولایاتو والیان، د افغانستان د کابینې وزیران، د هغه معاونین، د رئیس جمهور معاونین، د څلور دیرشو ولایاتو قمندانان، ټول ولسوالان د یوه کاندید ته رایه ورکړي یا د درغلي ورته وکړي، دا هیڅ امکان نه لري. دلته د نظر اختلاف موجود دی، دلته هر څوک خپل د خوښې وړ کاندید لري، پس بناً ټول درغلی کوي. په افغانستان کې شفاف انتخابات هیڅ امکان نه لري. ناری وهو په خوله اما امکان نه لري. زه ستاسې نه هم سوال کوم، د تلویزیون کتونکي دیم ګوري، آیا په دلته په مرکز کابل کې موسهي کې به شفاف انتخابات وشي؟ د هغې نه ورواوړه، راشه په لوګر کې به شفاف انتخابات وشي. ولاړ شه د شمال پر طرف باندې، ولاړ شه د بادغیس او د فاریاب او جوزجان پر طرف. منظور مو دا ده چې یعنې په انتخاباتو کې د لاسوهنې او مداخلې ویره یوازې د ولسمشر نه دی؟ د ولسمشر نه یوازې نه ده، بله، ټول مطرح سیاسیون په افغانستان کې همدا اوس د دې په فکر کې دي چې څنګه دوی درغلي وکړي او څنګه دوی د خپلې خوښې وړ کاندید کامیاب کړي. په همدې نظر دي دا چې ولسمشر څه وایي، موږ او تاسې وینو چې هغه د ولسمشر د افغانستان خلکو ته وایي او دا د افغانستان ولسمشر دی. د ده دریز همداسې هم باید وي لکه څنګه چې وویلې چې زه نه غواړم چې د چا په ګټه درغلي وکوم، زه نه غواړم چې د یو مشخص کاندید اما کله چې ته په انتخاباتو کې بې طرفه یې، څنګه په شانګهای غونډه کې پوتین ته وایي چې یو له کاندیدانو څخه دلته ناسته یو استاد تاو محقق ته څنګه وړاندیز کوي چې راځه د معاونینو په توګه د ښاغلي زلمی رسول کاندیداتوري څخه د افغانستان ولسمشر په راتلونکو انتخاباتو کې بې طرفه نه دی. د افغانستان ولسمشر هم امکان لري یو کاندید ولري، خو دا د حق دی چې یو څوک ولري. دی دا په ټوله دنیا کې مروج فکر کوم قانون قوانین دي د انتخاباتو او د خپل ټیم په دنیا کې احزاب دي، اما موږ په افغانستان کې بدبختانه چې احزاب نه لرو دومره قوي او مقتدر احزاب چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره سیاسي مسیر وټاکي او په یو طرف باندې خلک روان کړي. دلته حد اقل د خپلې ډلې ټپلې ګروپ انډیوال ملګري څخه به دفاع کوي، پس پینان رئیس جمهور هم زه فکر کوم چې حق لري او دا د حق دی چې یو چاته رایه هم ورکړي، یو چا په څنګ کې ودرېږي. اما دا مداخله بیا غیر قانوني ده چې یو والی ته وایي چې راشه ته دغه ډول کار زما د کاندید په ګټه وکړه. دا د رئیس جمهور هم غیر قانوني ده، د والیانو هم غیر قانوني ده او د ټولو مطرح سیاسیونو غیر قانوني ده. زه وایم چې د افغانستان مطرح سیاسیون دې په دې فکر کې شي چې آیا موږ انتخابات کولی شو. که دوی وایي چې په افغانستان کې انتخابات کیږي، شفاف انتخابات په افغانستان کې شفاف انتخابات امکان نه لري چې وشي، ځکه ټول خلک رایو ته نه راوځي. حتی په امن منطقو کې، د امن منطقه چې کابل دی، په کابل کې نه کیږي شفاف انتخابات. سروبي او موسهي موږ مثال ورکولی شو. پس بینان دوی باید په دې فکر کې شي چې څنګه دوی کولی شي چې د افغانستان راتلونکی د خرابۍ په طرف لاړ نه شي او تیل د لسو دولسو کلونو لاسته راوړنې حد اقل وساتلی شي تر څو راتلونکي حکومتونه په افغانستان کې د افغانستان د ښېګڼې لپاره کار وکړي. ښاغلی فکور، همیشه دا ویل کیږي چې حکومت په افغانستان کې مصلحتي دی، مختلفو ډلو نه، مختلفو تنظیمونو نه، مختلفو ګوندونو نه جوړ شوی دی. اوس کله چې د انتخاباتو مسله پورته کیږي، همدغه ټول ګوندونه یا مختلفې سیاسي څېرې او ګوندونه غواړي چې یو نوماند ولري په انتخاباتو کې په یو ډول باندې. اوس که رئیس جمهور وعده کوي چې زه په انتخاباتو کې مداخله نه کوم، که د یوې لحظې لپاره فکر وشي چې ولسمشر حامد کرزی مداخله نه کوي، آیا دا نورو ډلو نه چې په حکومت کې کسان لري دوی نه اندېښنه نشته په انتخاباتو کې چې دوی به مداخله وکړي؟ ستا ولې نشته؟ اصلا د افغانستان د اساسي قانون پر اساس باندې هیڅ دولتي چارواکی او انتخاباتو ته ولاړ کاندیدان حق نه لري چې د انتخاباتو مسیر غیر له دغه چې خلک صندوقو ته رایه واچوي او رایه شمار سي بل ډول اهمال نفوذ وکړي، یا پیسې یا صندوقونه ډکي. اوس نو تر ټولو زیات د رئیس جمهور څخه د اجرائیه او مقننه د درې ګونو قواو د مشر پایس باندې ډیره توقع کیږي، هغه دا چې دولت
شفاف بودن، اما جانب بودن، عادلانه بودن او پراخ والی د انتخاباتو تضمینی چې پر اس کې رئیس جمهور دی. نو ځکه موږ وایو که موږ خپل ذهنیت اوس تستی داسې آماده کو لکه چې یو امریکایی پو وایي که ته وایه چې دا کار کوی سم امې کوی سې او که ته ووایه چې نه سم کولی یم، ته خپل ذهنیت ته اوس داسې پروګرام ورکړم چې که سره شفاف انتخابات نه کېږي دا خو نو د غلي ده کیسه ده یا دا غلطه ده، ولې تا پروګرام ورکوي دا ته ته اوس دستي مشروعیت ایجاده یې دې ته چې رئیس جمهور هم ښه کوي د غلي کوي عبدالله یې هم ښه کوي او نور کاندیدان هم ښه کوي. دا په روان شناسۍ کې دې ته د خپل فکر ته منفي پروګرام ورکول دي، او دا منفي پروګرام ورکول په سیاست کې ښه کار نه دی، په دې چې ته اوس پروګرام ورکوې شفاف نه کېږي که وغواړو. نو ځکه زموږ توقع د رئیس جمهور څخه ده، زه داسې فکر کوم ګوره دا رئیس جمهور ماته یو د معمارانو څخه د دې نظام یادیږي، د دې نظام د سیاسي واکو صحیح انتقال لکه د چې خبرو کې مو ویل دا د دې افتخاراتو د جملې څخه دي، او که خرابه کړل دا په ده پورې ټپه کېږي. نه اوس ګوره دی تاسو ورته متوجه یاست، دی په دا خپلو خبرو کې واضح درته وایي چې زه مداخله کوم، وایي زه په یو نوه نه د انحاد دخیل یم، دی خو نو دا درته وایي چې ځینې راځي مګر هغه پټوي چې ځینې دی خپله راغواړي، وایي راسي دې ته د دې سره کښېنه زه د یو چا شاهد یم نوم یې هم درته اخم. وایي فکر صاحب شش ساعت مره شانده بود سیافو جه ششته بود چې وزیر برق وجه ششته بود ابل هلته راته ناست و راته ویله چې د دې سړي مایه به کوي صحیح ده دا وینې دا ته پټې صادقانه نه کوي چې ځینې به رښتیا هم تا ته درغلي مګر ځینې چې ته راغواړې هغه بیا نه وایه. اوس دی وایي زه به تر هغه وخته چې لیستونه تړل کېږي دخیل به یم، معنی دا ده چې تر هغه وخته به مداخله کوم، هغه مداخله چشته لکه اوس چې ویل کېږي خو تر هغه وخته به ټول کاندیدان تیر کړي وي، ځینې به دې بدنامه کړي وي، ځینې به دې بې اعتباره کړي وي، ځینې کې به دې اختلاف اچولی وي، خپلې هغې به دې داسې کړي یو به په نوکې مایه کوې او بله پټه ورکه به دې ساتلې وي، هغه څه شته. اوس ګورئ د په داخلي لحاظ باندې دی واضح په ار کې اوس معلومه ده، د باندې معلوم دی چې د ده کاندید مورد نظر زلمی رسول دی، او تاسې دی دوی وویل چې تاسې هم تصدیق کړی ما جواب نه دی ویل ما کیک هم تصدیق کړی دی، او زه ځینې نور داسې تصدیقونه که دا ځوانان اجازه راکړي وایم چې ماته ډېر معتبر سړي والي دی چې اوس انتخاباتو ته هم ولاړ دی راته تصدیق کړی دی چې ماته یې هم ویل چې تېر څه دغه دی زلمی رسول دی، او دا ښه دی دا صحیح ده دا داسې دی. اوس نو غوږ ونیسه دی څه کوي ده ته دا د یوس کمپاین کوي، تاسو په پوهیږئ چې څه ضرورت و چې دا زر یو نیم زر د څلور دېرش ولایتو ځوانان یې راغوښتي دي او دا حکومت راغوښتي دي، دا ټول د حکومت په لاس راغوښتل سوي پرون د بیانیه وه. منظور مو دا چې غیر مستقیمه کمپاین دی؟ هو تاسو بیا وګورئ بله دې جلسې چې دوی تللي دي مدبر ورغوښتي دي ډوډۍ هم ورکړې ده، ته پوښتنه وکړه زه د ځوانانو غږ کوم زما خبره رد کوي ورته یا پیسې یې نه دي راکړي، ستاسو په پاکټ کې هر یوه کې درې زره څلور زره پنځه زره تر لس زرو افغانیو پورې هغه ځوان ته په پاکټ کې مدبر پیسې ورکړي دي، او تاسو ته ویلي هم دي چې زموږ کاندید زلمی رسول دی، او دا موبایلونه یې شته. اوس نو راسه بله د زابل سپین ږیری راغوستل کېږي، د یادم کړه په دې مجلس کې چې ول د زابل خلکو راته وویل چې موږ هېڅ په دولتي چارواکي نه لرو، هغه یې راغوښتي دي د دولت د حکومت په مصرف تیاري ټکټان ورکوي په هوټلو کې دلته ځای ورکړی دی، یو قسمت ته یې ابراهیم ځي پیسې ورکوي په پاکټو کې، دا د پټ دغه خزانه دار انجینر ابراهیم اوس به اوري زما خبرې، دی ورځي په پاکټو کې پیسې ورکوي چې زموږ کاندید زلمی رسول دی، او هغه نور سپین ږیري چې د دغه دپاره راغلي دي د زابل د دغه څخه هغو ته وایي چې انتخابات نه کېږي دا یې هغو ثبت کړې ده، هر وخت چې ته وغواړې کولی سي چې ښکاری کوم د رئیس جمهور چې په موبایل کې ثبت کړې ده چې خپله ولسمشر چې انتخابات نه کېږي نه کېږي تر شپږ میاشتې تر اسد تر میاشتې دې ځنډوو او تاسې دا خبرې وکړئ. اوس نو ښه زلمی رسول پیسې خوب نه لري، د خو معاش څو دي
دا پیسې د کومه کیږي؟ اوس تا ورته شروع کړي دي کمپاین ورته کوي، د خو پیسې نه لري. پیسې نو څه کوي؟ زه پر وزیر مالیه ږغ کوم چې په بل نور انتخاباتو کې دې د کابل بانک پیسې د کرسي په انتخاباتو کې وخوړلې او د ملت نه سوه میلیون ډالره دې بیا را منتقل کړي د غلو د پورونو په خاطر. دا اوس دستي وزیر مالیه اخته دی چې په هغه حساب کې کرزي صاحب ته چاپټ حساب دی، یا ګزارو نو دی که څو دی، پیسې ور انتقالوي او دا پیسې د افغانستان د خلکو د مالیې دي چې دا د ظلمي رسول د دغه دپاره کیږي. د کمپاین دوه خبرې دي چې خلاصې کو. منظور مو دا چې نه ولسمشر په خپلو خبرو کې صادق دی او دولتي امکاناتونه هم دا اوس مشخص کاندید لپاره استفاده کوي. اوس نو چې ته تر هغه وخته چې لستونه تړل کیږي د کار ورستم کې اسان ورته ځین کې ګاډي ورته وتړې پیسې ور پیدا کې سپیږیر دی ور پیدا کړي. بل دا د سولې شورا زه درته وایم، سول شورا هغه زمانه کې پیدا ام در رباني و د چي یو ما په کاو په نور انتخاباته کې چې د سول شورا به ولایتي کمیټه جوړي، دغه به د دو رباني حزب دا اوس تستي د سول د شورا په واسطه باندې چې سیایم پیسې ورکی زه پر سیایو امریکایانو ژغ کوم. دا پیسې مو بیا ځای دي، دا پیسې قرضای د بحران د پاره د بیسباتی د پاره مصرفي، دا مصرفي د دې د پاره چې کارټون راوړي د کونړ د ولایت د کندهار د سول شورا د ایراد د سولې شورا کارتون راولي ظلمي رسول. دا مسله دا هم چې دا غواړم لیدونکو سره شریک کړم چې نن خیرخانې نه یو چا زنګ ویلی او دفتر ته راغلی و چې وایي د خیرخانې په سیمه کې لوري په دولسم صنف کې ده او درې ورځې سر په سر دا مکتب نه ویستل کېږي، بسته صنف یې په یو مرکز کې ځي کارتون اخیستل کېږي، کارتون یې بیا بل څوک وړي. دا هم باید چې هغه اړوند مسؤلین وڅېړي. د دې تر څنګ کورنیو چارو وزارت نه یو شمېر خلکو مننه کړې ده چې په ننګرهار ولسوالۍ رودات ولسوال امنیه قومندان چې کوم چا لپاره کمپاین کوو کارتون یې ټول او چې هغه یې برطرف فکر دې. آقای شیر به شما مهم رئیس جمهور میگه ما کوشش میکنم که در انتخابات پیش رو مداخله خارجی ها را جلو شه بگیرم. حالا آیا میتونن احزاب سیاسی کاندیدان و مردم افغانستان که جلو مداخلات خود مقامات و حکومتی را در انتخابات بگیرن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، درود بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام های گرم خدا بر دوستا بر بیننده های تولی نیوز تقدیم میکنم. ما رئیس به جمهور خو هرچی میگه من این فهم ما خجالت میکشیم، واقعا خجالت میکشیم. ای کاش که رئیس جمهور نمی بود که ما باعث یک ملت خجالت نمیکشید. ما در فکر از این نیستیم که آقای رئیس جمهور چی گفت. ما در فکر از این هستم که گزینه ای که آقای رئیس جمهور و تیم آقای کرزای برای بقای قدرت در آمدن قدرت یا بسیار زحمت کشیدند که یعنی قدرت گرفتند. آلی امی ثروت ها و امی قدرت و آلی خود چطور یا حمایه کنند، آلی یا کسایی نیستند که ایره به مفت ایلا کنند. منظورتان از این کسان کی ها هستند؟ حالا کسای زیاد هستند تیم ثروت و قدرت هستند. تیم بله. تیم حاکم حکومت. شما میدانید که اگر ما فرض کنیم بگوییم که زلمه رسول میخواهد به ریاست جمهوری کاندید کنه، اگر حکومت فاسد هست این خوب برای چهار سال جوابگویی داره. چطور میتونه از یک حکومت فاسد بیای پس بر ما رئیس جمهور شود؟ آیا کسی از یا پرسان کنه؟ این باید پرسد شود. ما در فکر از ایستیم، ما میخواهیم سر رای بیرون رفت برای شما صحبت کنم. ما در فکر از نیستیم که یا در فکر از هستیم که و میفهمم و شما میفهمید که مثل از هر من شمس یا از کشته شدن ملت افغانستان چی اردو باشه چی پلیس باشه چی بیگناه ها باشه هیچ نوا دریغ نمی کنند برای بقای خود. ما باید برازی چی کنیم؟ انتخابات خیا نمی کنند. اگر انتخابات می کنند انتخابات برگزار نمیشه. 100% انتخابات خوال یک دو گزینه دارن. نیا یک گزینه از این که آقای مدتر خیل سرنوشت ما رو تعیین میکنه، از اونجا صدا میکنه که انتخابات باید به تعویق افته. این نیست که باید باشد. وقتی که کسی اگر فضا تو باید عملی شود. نه ما ببینید بله. اگر آقای کرزای سب اینجا گفت که ما دوستای میرقمی است راست میگه، اما بعد از پشت پرده که میره کولگیره میخوام میگه که شما صدا کنید که آقای کرزای غیر از تو دیگه آدمی نیست در افغانستان که امی مردم بتونه یعنی در اینجا حکومت کنه و به حیثیت رئیس جمهور باشه. یک گپ واضی است، خود آقای کرزای میشنوه حرف مرا و این حرفا میزنه بعد از او و ما اسناد داریم و فکر صاحب راست گفتن و برادر کلاگی اسناد دارن و میفهمند که آقای کرزای صاحب چیزی که در پرده میگه او گپ نیست، چیزی که در پشت پرده است او حرف اصلی است.
یا میخواهند که به همی قسم امنیت برهم بزنند و بگویند که یک اعلان کنند که ناامنی است، نمیشه انتخابات به همی قسم یا بتونند که در بقا بانند در قدرت خود. یک سوال که بفرمایید تقریبا انتقادی است، اگر شما فکر میکنید که رئیس جمهور اراده نداره به خاطر برگزاری انتخابات یا مسائل دیگر در انتخابات نهفته خواهد بود، احزاب سیاسی که هر کدامش نام داره چرا یک روز به جاده نریختین تا زمانی که یک تلویزیون برنامهش دعوت نکنه؟ احزاب اینجا نمیگن، چرا سر صدا نمیکنن که رئیس جمهور اراده ندارد و اعتراض نمیکنن که ما انتخابات میخواهیم؟ هر گونه که باشه حکومت مکلف است که امنیت تامین بسازه. من میخواستم از این دو گزینه یکی از زیر برای شما بگویم. اگر ما جلو از این نگیریم دیگه ما فکر میکنیم دیگه که دیگه ما توان از این نداشتیم خود در افغانستان زندگی کنیم. جلوگیری از این همی است که این دو گزینه است، یکی خود انتخابات است، یک نمایشی هستی به پیش میره. گزینه اول است که انتخابات نمیشه، این دو گزینه را یاد دارن. ما میخواهیم که گزینه را برای ملت افغانستان بدون رفت چه بگیم. در این دو گزینه باید ما به پای بخیزیم در ادگاه، به یک نفر نه، به هزارا، به ده ها هزار نفر. این مردم شما باید بدانید که تاریخ افغانستان همیشه از چوکی بیرون کشیده شدند، هیچ گاهی چوکی را به خوش خود اعلان نکردند. یک گزینه ملت افغانستان داره، یک راه بیرون رفت داره که باید ما از خود گذری کنیم و مردم خود نجات بدیم از چنگال ازیا. او امی هست که باید ما بریزیم، از ادگاه آغاز کنیم، از جامعه جهانی پرسان کنیم که تو آمدی بقای برای بقای ازیا یا آمدی که در افغانستان تو آمدی به ما کمک میکنیم. فکر صاحب لنگ تو گبان تاسو رازم او سمیشه دی باندې بحث کیچ په افغانستان کې خلک در پدره دي، ځوانان بیکاره دي، په کانکور کې بی نتیجه پاتې کیږي، کار ورته نشته، نور مسائل دي چې دوی په لرو پرتو سیمو کې تا یو وشتمه پیړۍ ژوند سره د خلکو ژوند برابر نه دی. اما ما ځوانان ولایتونه راځي 3000 روپۍ په جیب کې خودل کیږي، بیا هم زیه چې پورته کیچ انتخابات دیونی شي یا هم امدان دیکھنه ده چې د ولسمشر کاندید ته کار وکړي. ولې خلک نو خیاریږي نن راځي د 3000 یا 4000 افغانۍ لپاره چې تاسو ورته اشاره وکړه به ته ځي هغه کار کوي چې حکومت وړي، بیا سبا شکایت کوي وزلته ملامت څوک دی؟ دلته ملامت هغه سیاسي مخالف مشران دي یا ایزبونه او ائتلافونه دي چې هغوی د دې توانایي پیدا کړې نه ده چې د کرزي د دغسې وضعیت او د حکومت د دغسې وضعیت په برابر ځوانانو ته امید ورکړي، خپل په پروګرامونو، خپل په بیانو، خپل په موضوعګیریو چې که هغه نسته موږ شفاف انتخابات کوو، موږ پروګرام لرو، موږ به ستاسې آینده. د هغوی باور نسته په دې خوا، ځکه زه وایم چې د کرزي صاحب که یا په انتخاباتو کې مداخله وکړله چې خپل کاندید یې کامیاب کړي، لکه د چې ویل زه به سور اور یم، د ده منظور ته سور اور څه دا دی چې زما د کاندید پر ضد که مو خبره وکړله بله پلا خو مې د ځان دپاره نه سوی کولی، که مو دا راته ناکامه کاوه ویل زه به سور اور یم. زه ګوره څه وایم، دا اوس ګرده ناستې په کابل کې راغلي دي، دا ډاکټر سره عبدالله باندې غږ کوم، پر دې اشرف غني احمدزي، پر دې شیرزی باندې، پر دې جلالی باندې، پر دې د احدی باندې، پر دې یونس قانونی باندې، پر دې استاد عطا باندې، او د مسعود پر ورور پر احمد ولی باندې، نه پر دې باندې او هغه د جمعیت پر مشرانو. که دا مملکت بحران ته تی او دا ځوانان نا امیده و رښتیا هم په پیسو پسې تلل، او کرزی یا خپل کاندید کامیاب کوي او یا دا و چې انتخابات یې وځنډول، د دوی ستر مسؤلیت ستاسې پر اوږو دی. تاسی اخته است د چوکۍ دپاره اتحاد و همبستګي مو ونه کړه، خلکو ته مو امید نه دی ورکړی، تر نن لا پر دې اخته است چې کوم به اول کوم به دوام سره جوړ نه یاست. یعنی یو شریفانه مخالف ډله مو ورته جوړه نه کړه چې د کرزي دغه ته وزیر مالیات وایست چې بندي که پیسې پر کرزي بندي، او کرزي ته ووایه چې که دې مداخله وکړله موږ دې استعفا غواړو. تاسی یوه ډله نه سوست. زه د تاجکستان خبره درته وایم، اوس ګوره د امام علي رحمانو پر ضد
ضد باندې ګرد اپوزیشن یو څو یو شته راپور د کړي کاندید کړي ده دا ځوانان چې ماینو مان وخت ک دروسه په دې توانې دي نه دي چې نارینه رامنست کی چالو نو سر کی بي اعتماد کی ته باولې مبدوم شو او دیګه یو شبر کسان نمونه چې تاسو وخت د خپل په دې حکومت کې شریک دي دوی باندې بڅنګ خلک اعتماد کی یو مسله دویم مسله کوم کسان چې تاسو نمونه وخت فکر سیب دا سمیل کی دا کسان کې انتخابات نه تر سره کیږي دوی ولسم شرامت کړي سره به شریک وي او کله ولسم شرامت کړي کاندید وډون کیږي هم دوی فیصدی کې ورسره شریک دي فکر کوي چې دوی په دې باندې بوخي خبره دا چې ما یو بل پلان ویلی اوس بیا تکراروم خبره دا ده چې موږ د قلت رهبری سره افغانان خپل خپل ځان مخامخ کړی دي هغه دا کڅوک ټوپکدار او زورور په خوای نوم درلودي پیسې درلودي بس دغه رهبر دي غیر لېغه دا چې دي دا نمونو به اعتبار دي خو یا په حکومت کې په رقم پیسې پیدا کړي ا چې نیو نه لري لکه ما چورتل تباور کې زما نوم خل په ما رښتیا ده دغه اطلاعاتي پورما واخسته دا مې واخستل د معلوماتو د پاره اوس نو زه د دلته یو چا یو استاد نه کسمه ما تراکول په کورس تا به خدای و نه بخشي چې ځان کاندید نه کې اوس نو زه د افغانستان پر خلکو ژغ باندې کوم پیسې ولم په کار دي خو هغه دي ژبه په پکار ده چې څلور ژبې زده دي جرمني روسي انګلیسي پښتو او پارسي او ولایت هم درته کړی په 25 کلنۍ کې او ماوینیت هم درته کړی په دغه ژبه هم درته ګډ دي د کندهار هم دي خو ونی سي راسي ماوی هم کوي راکي پیسې راکي کمی درونه زغلوله که تاسو بیا تاسو په کادانه کې په موژک ولید د افغانانو تاسو د اروپا کادانه کې بیا می پر مخ راتو کی خلګم درته راټولوم خبره ده چې پیسې نست کنی نو ژغ راو کی اوس نو زه مجبور یم چې کرزی خو هغه سکی کنی ولاد کرزی ما یبه می کولای کرزی که ته پاته سي دغه آل بی دغه آشو کسبې دا فساد بی هیڅ کسب نه زه وان ګوندی خدای په دانو متره مشرانو کې ځین داسې ټیم پیدا سي ګوندی یو اصلاحات ورکړي تراولی غیر لیغه چې د افغانستان خلک دونه ناری نه وای زی ما یو کولای نوې مشر پیدا کولای خو یو د دې زړه ته ناست دی آقای فرید حالا اگر احزاب یا کسانی که علاقمند به کاندیداتوری هستند فکر میکنه که رئیس جمهور شاید انتخابات برگزار نکنه یا هم در انتخابات مسائل دیگه را مطرح کنه چرا خاموش هستند یک دومی که چرا کسانی که خود مطرح میدونن در افغانستان سه روز میشه از زمان از اینکه توزیع فرم از سوی کمیسیون انتخابات آغاز گردیده هیچ کس مراجعه نمی کنه به خاطر از اینکه کاندید شود خو یک کاندید رئیس جمهور است دیگه پادشاه آینده افغانستان دیگه دیگران اعتماد ندارن بالای خود با ارتباط سوال شما ما ایت را عرض بکنم که ما جدی از موضوع فکر سه حمایت میکنم به این معنا که کدام موضوع؟ همین موضوعی که از موضعشان از موضعشان از موقفشان باید در برابر حکومت غدار در برابر حکومت خائن در برابر حکومتی که به ملت خود وعده میکنه دروغ میگوید در مقابل حکومتی که حاضر به برگزاری یک پروسه ملی که انتخابات است نیست اما به نام به خاطر استقلال ملی حاضر است یک پروسه به نام انتقال مسئولیت های امنیتی انجام به امنیتی رتایی که بگویند ما کسی هستیم که استقلال افغانستان آوردم ایران به نفع خود توجیه بکنه یگانه راهشیست که باید این آدم از طریق مبارزه مدنی از همین روز به بعد از این کرسی پایین انداخت توسط کی؟ توسط مردم غیور و جوانان برومند افغانستان ما اعتماد دارم که این ملت انقریب بپا میخیزه اگر آقای کرزی به می شکل به حکومت خود دوام بده ببینین ما یک خط عرض خدمت بزرگوارا دارم اویست که ما نباید به حکومت تلقین بکنیم که احمد تخلف میکنه تقلب میکنه محمود کرده است همگی کرده باید حکومت هم بکن اما وظیفه یک حکومت برگزاری انتخابات شفاف است نه تعصب با دیگرا که دیگرا مداخله کردین دیگرا تقلب کردین ما هم میکنم ببینین ما قبول دارم که آقای رئیس جمهور در انتخابات گذشته تقلب نکرد فرض میکنیم تقلب نکرد اما کسایی که دامشه تقلب کرده بودن جناب دکتر سب عبدالله بود جناب اشرف غنی احمدزی بود جناب بشر دوست بود یا هر کسی که کرده بود چرا متقلبین و مردم شناسان نشدن از طرف حکومت وظیفه حکومت اگر خودش نکرده بود حالا چگونه شناسایی وقتی که به نفع یک کاندید 1,000,000 / 2,000 تقلب اعلام میشه خب به این معناست که به مردم شناختانده شد دیگه نه اجازه بدین شناس تقلب کار باید جایش رو در زندان می بود دوباره حق کاندید شدن نمی داشت
تقلب کار باید امروز درس عبرت می بود بر متقلبینی که در انتخابات بعدی تقلب نمی کردن. رئیس جمهور گفت در انتخابات تقلب شده است، اما تا امروز مردم افغانستان غیر کلمه تقلب اما تقلب کار نشناختیم. رئیس جمهور میگه افغانستان کشور فاسد است، غیر کلمه فاسد مفسد این مردم نشناختین. بنان وظیفه حکومت است که باید از تقلب جناب دکتر عبدالله جلوگیری میکرد، از تقلب جناب استاد عطا اگر ولی بود که حمایت کرده بود تقلب میکرد، از جناب احمد محمود تقلب اگر کرده بودن باید جلوگیری میکرد. وظیفه حکومت است، حکومت نباید تعصب بکنه که شما تقلب میکنید. یعنی رئیس جمهور اجازه بتین، بله، بالاترین مقام اجرایی سیاسی یک کشور رئیس جمهور است. بالات ببینین، چرا ما میگیم حکومت تقلب کرده؟ شما گپ رئیس کمیسیون دارالانشا را، دارالانشا رئیس کمیسیون انتخابات جناب فعلا که وزیر ترانسپورت از نامش چیز نجفی نشنیدین که اگر من نمی بودم دکتر عبدالله رئیس جمهور افغانستان بود؟ به مو اساس پاداش داده شد، وزیر ترانسپورت جور شد. بله. وقتی که ناکام شد سرپرست حفظ شد. به مو هم گفت اگر من نمی بودم دکتر صاحب عبدالله رئیس جمهور افغانستان بود، بنابراین رئیس جمهور از من ممنون است. اجازه بتین. بله. حالا میایم به چیزی که در پیش روز، یعنی انتخاباتی که در پیش روز انتخابات برگزار میشه، آخر رئیس جمهور آیا فکر میکنید که بازم مداخله میکند؟ ما یک گپ به مردم افغانستان بله. میگیم گوش بگیرین، شاید فکور سمند و مجلس به عنوان یک از شخصیت های مطرح افغانستان حضور می داشته یا در جریان هستن. ببینین چند وقت پیش دو سناتور بسیار مهم آمریکایی در افغانستان آمده بودن. چرا انتخابات افغانستان به نحوی به خارجی ها ارتباط دارند؟ ببینین اونا، یکی جان مکین بود، یک سناتور گراهام بود، او گفتن که در حضور شخصیت های دولتی و شخصیت هایی که امروز در انتخابات میخوان خود مطرح بکنن به جامعه مدنی افغانستان، بله. تمام کمک های بعدی به افغانستان ارتباط میگیره به برگزاری یک انتخابات شفاف. بنابراین اگر آقای کرزی یا هر کسی دیگری با سرنوشت انتخابات بازی میکند، با سرنوشت جوان، با سرنوشت اردوی ملی، با سرنوشت دستاوردهای نیم بند چند ساله در افغانستان بازی میکند، بنابراین به همه مردم میرسد که جلوی همچه تقلب کاری که میخواید یا انتخابات برگزار نکند یا در انتخابات تقلب بکند یا از کاندید بخصوص حمایت بکند، مطمئن باشه که روز به سزای اعمالش میرسد. و این مردم در ارتباط به تفاوت نیستند. ببینین یک موضوع دیگر براتون میگم، رئیس جمهور همیشه میگه که در انتخابات مداخله خارجی ها مداخله نکنند. معنیش چیست؟ جیب رئیس جمهور با خارجی هاست، دفترش پول خارجی ها میاد، فعلا در شورای عالی صلح پول میگیره، در کمپین ریاست جمهوری مصرف کنی از خارجی ها میاد. چه قسم مداخله نکنن؟ این خارجی ها در کمیسیون شکایت انتخاباتی نباشن و تخصص دارن تقلب حکومتی رو بیرون میکنن. تشکر. بله. من تو براتون بگم جلو مداخله خارجی گرفته شود تا زمینه مداخله رئیس جمهور تیمش در انتخابات مساعد شود. اما در دوره گذشته که خارجی ها دخیل بودن، کجا انتخابات شفاف برگزار شد؟ همین خارجی بود که حداقل تانست که 12 میلیون رای تقلبی رئیس جمهور بیرون بکند. و رئیس جمهور چرا حساسیت داره در برابر خارجی ها؟ به خاطر گفتن تو دزدی کردی رای مردم، برای مردم چانه زدی. ببینین من یک نکته دیگر هم براتون میگم، این حکومت اگر نتواند انتخابات به دلایل ناامنی برگزار کند، هم مردم افغانستان باید این رئیس جمهور و تیمش هم محاکمه بکشانند. وظایف حکومت بود که باید زمینه سازی میکرد به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف. وقتی که نتونسته، همچی حکومت دیگه مشروعیت نداره. باید برود جواب بر ملت افغانستان بگه. وسلی سپ فکر کوي چې اوس ول سپیشل کار زیات وی چې زبر د بهرنیانو د مداخله مخه په انتخاباتو کې ونیسم. فکر کوي چې آی بهرنیان به په آزاد توګه باندې وغوړي چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي، او ولی ول سپیشلونه ویل چې دننه کې څوک مداخله کوي دا غوي لاس هم ونیسم. بختیار صاحب زه ستاسو سوال ته جواب وایم، اما مخکې دی وایم چې د دوستانو د زینو سرګندونو سره زما مخالف یم. حیران دي ته چې زه په لوی احمد شاه بابا باندې افتخار نکوم، زه په امان الله خان باندې نکوم، زه په داوود خان باندې نکوم، زه په ډاکټر صاحب نجیب باندې نکوم، چې هغه ډیر قوي مشران زموږ، او هر وخت موږ ویلي چې دا هم خراب خلک دي. موږ په فعلي رئیس جمهور باندې هم په ریاست جمهوري باندې شرمیږو. په اوسني حالت کې زما په نظر باندې بهترین د ټولو ترمنځ دا سړی و
د ټولو ترمنز بهترین دا سړی وو د هغه مطرح چې په هغه وخت کې زمونږ په منځ کې د هغه مطرح کسانو ترمن چې په بون کې ناستو د هغه مطرح کسانو ترمن چې دیرش کاله د افغانستان خلک مړ کړل د هغه مطرح کسانو ترمن چې په افغانستان کې دی وینو لختی به ویل دي پس دغه سړی مطرح وو حداقل که مطرح هم نه وو حداقل تر د دوی ترمنز دا بهتر وو او د افغانستان د ریاست جمهوریت لپاره په هغه ورځ باندې ورسره ټول ملت همغږی وو دا چې د ده په حکومت کې فساد اوج ته ورسېده دا چې د ده حکومت ګډوډ سه دا یوازې دی د افغانستان حکومت نشي کولی چې په یوازې توګه ولسمشر باید ټول کارونه او مدیریت یې کمزوری ده منم ټیم یې کمزوری ده منم اما په افغانستان کې د فساد په افغانستان کې د ناامنۍ په فساد کې نور د افغانستان نور سیاسیون هم مسؤل دي یوازې یو شخصي چیم دلته نشي کولی زه د رئیس جمهور دفاع نه کوم ځکه تاسې وینئ زه د افغانستان د ولسي جرګې د افغانستان د خلکو نماینده یم مګر حقایق باید خلکو ته ووایو هغه باید پټ نه کړو زه راځم ستاسې سوال ته هم ځواب وایم هغه دا چې د افغانستان ولسمشر کولی شي چې د یو انسان په صفت باندې خپله رایه استعمال کړي اما د ریاست جمهوري د صلاحیت د رئیس صاحب جمهور د صلاحیتونو څخه استفاده د یو مشخص کاندید په ګټه باندې دا به یې لویه جفا وي د افغانانو سره اما رئیس جمهور دا هم کولی شي چې همدا نن ورځ سبا په راتلونکې هفته کې د هغه سیاسیونو دی ښه پیژني یو دوه درې لس پنځه لس د ټولو د برطرفۍ حکم صادر کی څوک چې قماندان دی څوک چې جنرال دی څوک چې وزیر دی څوک چې والی دی چې د نورو کاندیدانو حمایت کوي پس ټول د برطرفۍ په کور کې دي کینی او به ګوري چې د افغانستان خلک چاته رایه ورکوي درېمه مهمه مسله د افغانستان انتخابات دی په افغانستان کې انتخابات د اساسي قانون سره مطابق باید وشي مکتور ټول ورته لبیک وایو اما یو سوال زما سره پیدا کیږي اے دوستانو مګر تاسو د شفافیت نری وهو مګر تاسو وایو چې موږ باید قانوني رئیس جمهور ولرو اساسي قانون ویلي اما بلا ورقه موږ نه راړو موږ د افغانستان ټول نام نه ولسوالی مهمه نه ده که جنوب دی که غرب دی که شمال دی که شرق دی هر ځای چې ده هر شخص چې دی د افغانستان هر قوم چې دی چې په انتخاباتو کې اکثریت ګډون نشي کولای پس بنان د افغانستان حکومت دوی د انتخاباتو د ګډون څخه محروموي ځکه امنیت نسته کله چې دوی محروم سي هغه رئیس جمهور چې وروسته د دوی د محرومیت څخه راځي د افغانستان ولسمشر کیږي آیا دغه رئیس جمهور به د افغانستان قانوني او مشروع رئیس جمهور وي نه دغه نه مشروعیت د چا په غاړه دی دغه حکومت په غاړه دی چې زمينه برابر نه کړه که دغه چا په غاړه دی چې بیا نوی ولسمشر کیږي نه هغه څوک چې نوی ولسمشر کیږي دغه په غاړه نه دی د دغه ولسمشر د دغه سیاسيونو د افغانستان د ټولو درګیرو ډلو چې په افغانستان سیاست کې دخیل دي چې ولسمشر کرزی اشاره کوي چې چیرې انتخابات په خطو باندې تر سره شي خلک پکې ګډون وکړي نو رئیس جمهور ټاکل شي دا به زما نیکنامي وي که دا کار نه کوي دا به زما بدنامي وي آیا سره له دې خبرو به رئیس جمهور خپله بدنامي غواړي نو نه زه په دې باور یم چې د افغانستان ولسمشر به سیاسي قدرت انتقالوي بله دا چې په څه ډول انتقالوي هغه ځان ته سوال دی د انتخاباتو د لارې ناری وهل کېږي د شفافو انتخاباتو د لارې پس بناً د افغانستان ولسمشر هم حق د دې لري چې د افغانستان د خلکو دپاره یو مسیر وټاکي ټول جعلکاره کاندیدان د افغانستان خلکو ته وروپیژني د انتخاباتو څخه وروسته چې دغه جعل کړی دی او دا نه پرېږدم هیڅ نه پرېږدم چې دوی د افغانستان سیاست ټول وایي چې رئیس جمهور به په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي تقلب دی وکړي یا نور مسایل همدا اوس هم داسې ویل کېږي هغه کسان چې نوماندان دي حتی ځي دغه کارتونه چې دا سل زره کارته دی دوی باندې ښه دی په پنځه ډالره ته تر شل ډالره پورې اخلي دا په خپله تقلب نه دی زه د ولسي جرګې وکیل یم زه د خوست د ولایت څخه نمایندګي کوم موږ په افغانستان کې د ځوانانو د خوځښت په نوم سره یو خوځښت لرو چې موږ صرف د خوست په ولایت کې یوولس زره غړي لرو دغسې پکتیا کې لوګر کې په ننګرهار کې په بادغیس کې په بدخشان کې موږ کوچني دفترونه خلاص کړي دي یعنی موږ حزب نه یو دومره قوي ما ته هم د همدغه کاندیدانو د طرفه مراجعه کیږي چې ای وروره ته یو د خوست د ولایت څخه حد اقل د بل ولایت څخه څومره کارتونه چې وي زموږ په اختیار کې راکړه داسې کاندیدان هم شته چې شل زره کارته به هم پوره نه کړي
یو تاجر به $15 $2 ورته کارت اخلي او دوی به کاندیدان کیږي. پس دغه مسائل ټول روان دي. دلته باید افغانستان حکومت جدي برخورد وکوي. سر د امداوس څخه دغه کسان لاسونه وتړي، څوک چې کارتونه په پیسو اخلي دغه کسان لاسونه وتړي. د کمیسیون دنده ده چې دا مسائل وڅېړي. د کمیسیون دنده ده موږ د امنیت ملي په نوم باندې یو لوی ریاست لرو. دا دوی وظیفه ده چې هر جال کار د انتخاباتو دوی ونیسي او محاکمه یې کړي او د انتخاباتو لاره هم ورته بنده کړي. دری ورځې کېږي چې سپتامبر شروع شوی، یو کاندید په $2,00,000 باندې خرچ شوی دی په بل کاندید باندې، چې نږدې راتلونکي کې به مونږ ویډیو هم خپره کړو لیدونکو ته انشاءالله بیرته ګرځم. یک چیز دیگه آقای شیر، خب پالای جا گفتم شکر رئیس جمهور شما اشاره کردی سر صد اراده نداره که انتخابات برگزار کنه یا هم تقلب خواهد کرد، اما چند روز قبل کمیسیون انتخابات گفت که شماری از حلقات و گروه های هستند که تلاش دارند که بعضی ولایات و ساحات نامن بسازند تا انتخابات برگزار نشود، یعنی در کنار حکومت حلقات دیگر هم هستند. حالا این حلقات کی هستند که میخواهند انتخابات برگزار نشود؟ از این حلقات ببینیم، از این حلقات که استفاده هر کسی که میکنه در عقبش امو حلقات، یعنی ما شما سرابیزی صحبت داریم که رئیس جمهور و تیمش نمیخواهد که از این قدرت برکنار شود. میخواین یا رئیس جمهوری که خاص خودشان بیاره یا میخواین که فرزند اوزار نعمد بسازن ها. و این یک چیز واضح هست که بگوین که باید با طبق مفته و یک 4 سال یا 5 سال دیگه هم آقای رئیس جمهور باشه. ما میخواییم که یک خلاص براتان بگویم که ما یک حزب سیاسی و رئیس یک حزب سیاسی هستم و انشاءالله ما به زودی اگر انتخابات طبق قانون برگزار نشه و شما از این شاهد باشین که ما انشاءالله می برایم در سرک وظیفه وجیبه ملی خود اسلامی خود در مقابل مردم خود ادا می کنم. این وظیفه ما است. چرا وقتی که رئیس جمهور قانون پایمال می کنند و تیمشان می خواهند که بالای ما لغدمال کنند ملت افغانستان، خیلی ما چرا برای چی هستیم برای اینجا؟ آیا ما برای زمی پیدا شدیم که آقای رئیس جمهور و تیم آقای رئیس جمهور ما را همیشه از ما استفاده کنند به حیث یک ملتی که ما خواب هستیم یا ما از خود دفاع کردن نمیتونیم؟ نه، ما به تمام ملت افغانستان خصوصا به جوانای یک سوال آقای شیر بفرمایید، همین احزاب یا چیرهای سیاسی اگر بالای خود اعتماد دارن چرا قدر حراس دارن از رئیس جمهور که مداخله خواهد کرد؟ اگر بالای مردم اعتماد دارن خصوصاشون رای میگیرن صندوقشون پر میشه چرا قدر حراس است؟ شما میفهمید که افغانستان با کدام روان است؟ ملت افغانستان چقدر رنج کشیده؟ این ملت این قسم نیست. اگر در دیگه کشور اگر امیتور یک اوضاع روان باشه به خدا قسم از موبایل ارگ از یخنش گرفته بیرون مندازه. آده خود شما ملت افغانستان میبونی یک دفعه نان خوردن ندارن، یک طرف جوانان را میخواه ایوازی که جوانان را تقدیر کنه که شما میتونید فردای آینده کشور باشین و سر گپای میزنه که یک شما میگه که سوال کو دیگه سوال میکنه از ولایت سوال میکنه. خلیص ایران گفت جوانا که کارت رای دهی بگیرین در انتخابات بری هر کسی که دوست دارین به او رای بتین. آده خودش هم گفت که من رای میتم. خب برعکس آده خود فکور صاحب مولانا صاحب مردم ایرا خود مشنوید نیست که از هر بیرون گپ نبره و یک تقریبا 8-9 ماه قبل سر از این برنامه گذاری بود که چه قسم باید بتانند یک در قدرت باشند. آیا جامعه جهانی میگذاره که انتخابات افغانستان برگزار نشود؟ ما براتان میگم که یعنی ما میبرایم با 1,000 نفر، با 2,000 نفر، با 3,000 نفر به ملت افغانستان اعلامیه چاپ میکنم، برای مردم میرسانم. نه منظورم از این است که جامعه جهانی اجازه خواهد داد؟ ما سر از این میگم جامعه جهانی اگر آمده در افغانستان برای حفظ از چند مافیای سیاسی و اقتصادی دیگه باید افغانستان را ترک کنند. در غیر از او باید افغانستان سرنوشت خود باید معلوم کنه. افغانستان یک آدمی کار داره که بر مردم افغانستان خدمت کنه و دروغ نگویه. باید راست بگویم مملکت افغانستان. یک سوال دیگه بفرمایید. وقتی که رئیس جمهور میگه من انتخابات مداخله نمیکنم و انتخابات آزادانه و شفاف برگزار شود و اگه این گونه انتخابات برگزار شود نیکنامی ماست، با جایی که سیاسون اطمینان بده دگام نگران میسازه، دلیل در چیست؟ مولانا صاحب خود چند بار براتون گفت بلی. که در اینجا دروغ گفت، در اونجا دروغ گفت، در اونجا دروغ گفت. حالا ما خود شاید مولانا صاحب بگوین که پوزیسیون هستن همیشه با دید و پوزیسیون میبینن. بله حالا ما اول یک ملت هستیم، ولی کدام گپ رئیس جمهور صاحب یعنی راست گفته و مردم عمل کرده که ما؟ حالا یک سوال دیگه، همین کسایی که سر رئیس جمهور انتقاد میکنن چرا منتظر از هستن که برای جمهور کدام معامله انجام بدن تا که جمهور امو تقسیمات شروع کنه که یا باز دوباره پشتش برن؟ چرا اینا راست نگفتن؟ خیر من باور دارم که افغانستان یک بار دیگه هم براتون گفتیم که به صاحب است، صاحب سیاسی نداره که ملت از این بحران بکشه و هر جایی که شما میبینید که نشسته هست سر چوکی هست،
سر تقسیم قدرت است، نه برای افغانستان، برای ملت افغانستان. ما برای شما این را میگم که ما باید منسجم شویم، فکر صاحب هم تعهد سپرده بود از زمین میز، از یک میز و برادرای دیگر و مولانا صاحب همچنان، و ما با هم متحد شویم، امی اولادای خود از این مشکلات نجات بدیم که در غیر از اون ما از این حالت بدتر از این حالت بدتر می داشته باشیم. ما باید برایم، ما اول خودم نسلا دارم، حق دارم به حیث یک حزب سیاسی که مزید دولت پرسان کنم. بالاخره برای یک هفته در محضر مردم و با مردم یک جای می باشیم. اگر گپ ما را کس، سوال ما را کس جواب نداد، ما اولین نفر خواهد بودم به ارگ داخل شوم. تشکر. ببخشید همینجا باید باشه. پلیس افغانستان امروز هر روز ما کشته میتیم. اردوی افغانستان ما کشته میتیم. امی کسان ما را قربانی کنن و امی آدم ها در ارگ باشن و ما را بالای ما حکومت کنن. بس است. ما میخواییم زنده زندگی کنیم بعد از این. من این را هشدار میتونم به دولت افغانستان. یعنی اینقدر نامید نباشین، انتخابات برگزار خواهد شد. نه. من میدانم که انتخابات نمیکنن یا. ما باید تا وقتی که این مردم از ارگ نکشیم پیش از انتخابات نمیشد. بله، پیش از انتخابات از امیال شروع کردن. بله، امیال دروغ. اما زمان انتخابات مانده، ثبت نام جریان داره. پیش از وقت نخواهد بود. ببینید، بله. ما با قانون احترام داریم. این ملت افغانستان واقعا تعقیب قانون در بالای خود تطبیق کردن. بله. اما رئیس جمهور تا ببینیم تطبیق نکردن. بله. اما ما بروند پروسه انتخابات میریم. ما حیات ما در انتخابات وصل است. اگر با حیات ما رئیس جمهور و تیمش که اگر بازی کنه، به ذات خدا قسم ملت افغانستان باید تشکر کنه از ما. فکر کنم بلا مساله چنین په کندوز ولایت کې د انتخابات او د صحیوی دفتر مشر ووجل شو، دا څومره د اندېخنې وړ ده چې تر اوسه درې ورځې کېږي چې د فورمو ویش شروع شوی دی، اما په یو ولایت کې د کمیسون مشر ووجل شي. زه فکر کوم چې دا خپل د اختاریانو شانی دي، او زما امید دا دی چې زموږ چارواکي او کرزی صاحب د دې داسې استفاده ونه کی، بده استفاده چې ګواکې انتخابات نکیږي، د دې په کندوز غونډې ولایت کې مدا وجل کیږي. زه په شخصي ډول حقیقت یې دادی کرزی صاحب ته احترام لرم، او زه هم تر کرزی غیر لکه یو بل څوک وای دا نظام تر دغه ځایه سالم نسوای رسولی. اوس د ته امید دادی چې دغه نظام چې تا جوړ کړی دی کومک وکړه چې سم انتقال سي. نه اوس دا د قدرت خبره خو تاسو ته در معلومه ده، داود خان څه سو جمهوریت اعلان کړي باید ډیموکراسي راوړې وای، رایه نه وړه، یو تقلبي لویه جرګه یې جوړه کړله، بیک شرط واسفي صاحب هم تایید کړي. سرنوشت څه شي سو، څه سو ترکي څه سو ببرک څه سو، دا رباني چې چوکۍ یې د په ځان پورې ټینګه نیولې وه او تر کولابه پورې یې ځغلوله او بیا یې راځغلوله، دا څه سو. زه د کرزي ته د یو هموطنه او کنداري په ډول ورته وایم، ګوره دا ستا د ورور نقلي قول کوم، د محمود کرزي نقلي قول درته کوم. هغه وایي زما داسې ورور دی چې لکه قذافي دی، محمود په مې ګوري ویلي دي تر قدرت سیاسي نه تیریږي. کرزیه لکه بابا او امان الله خان په سنگینی کوشش وکړ دی قدرت سیاسي کړو. دا خبره استلی و چې ولسمشر کرزی ورسره مطرح کړی و چې زب سیاسي قدرت په سلامي زتوګه باندې انتقال کړم او انتخابات به وشي. خو تاسو یو کار وکړئ چې د دې ترڅنګ چې زما ژوند دا شان تضمینوي، ما ته د دیموکراسي د بابا لقب راکړي. اوس کله چې یو سړی په خپل د سي وړاندیزو کې آیا هغه به غواړي چې د انتخابات و نشي، اراج مرج رامنځته شي، کله چې دا ذهن هم ولري داسې مسایل په ذهن کې شایم دې چې کرزی سب یا خپل ونه غوښتل، کنی یو دلسوزه مشر د خپل وظیفې په وخت کې نوی مشران تولیدی، نوی مشران ته اعتبار ورکوي، نوی مشران راباسي، د یا ونه غوښتل یا یې راونه ایستل. اوس د بې اعتمادي د دا فکر کوي چې که زه نه وم دا مملکت په چاته په لاس ورسي، چې عبدالله ګوري او دا هغه شیرزي ته ګوري او دا زما خپل سړی دی، دا ګوري دې ته ورکوي، یا اشرف غني ګوري وایي دوه دقیقه بعد جنګ درسره کوي، یا تی پرسکه دغه یو بل یې ګوري. ته چې ورته ګوري خو بدبخته کرزی صاحب تا خپله داسې بشران او دی زه فکر کوم دا باور نه لري. هغه دا چې د ځینې کسان ځان ته برات ورکولی شي چې په حکومت کې شریک وي، اما وایي چې دا خو د کرزي وظیفه وي چې موږ یې نه پرېښودلو، تقلب ته یې، اغلا ته یې، بل ته.
څومره اخلاق دوی ځان ته ګرم دي دا کسان چې څنګه دي زه په دې باور کوم په کیرو انتخاباتو کې هم ډاکټر سب عبدالله خپل اشرف غنی دا یو دغه بشر دور سب وای د پاکی رای وي دا ټولو چټلی رای صندوقونو ته چولې دي او زه پر دوی هم ځخ کوم ګوري دا کارتون چې تاسو ویل چې ټولې دوی ته کارتون ټولو تر ازي بلا استثناء د ولایت څخه راځي معلومه نه ده خلک ډکه دي اوریجنل کارتون دي د دې مالکین څوک دي دوی بیا خپل کمپیوټر والا ورته کښینه ولی هغه ثبتي زه پر کمیسیون د انتخاباتو ځخ کوم دوی پر دوی باندې دا بوج کښیږدي هغه شپېته فیصد چې تاسو په څو ولایتو کې ځینې غوښتي دوه دوه زره چې په شل ولایتو کې ځینې غوښتي دوی باید د ولایتو ټاپې درته راوړي غیر لیغې زما دوست هم دی قریب هم دی اشنا هم دی چې ګوره بیا خلطې ډکې دي د کارتونو د پیسو په مقابل کې راوړي دا د کندوز ورته راوړي دا د هزاره جاته د دې مالک څوک دي ما یې پلا یو دوست مې دی اوس به اوري رقم پر وکړم دا اوس جالي دي کړی دي یا یا دا وایي سمې دي جالي دي اصول به دا چې سړی کاندید وي هر شخص په دغه دفتر شاته راشي چې زه غواړم دا کارت په درکم ته ځان کاندید او بل دی به دا فورمې دا شل 2000 دی به ولایت ته واستي او د ولایت کمیسیون بیا ټاپه کې چې وو دغه کارتونه دلته خانه پوری سوي دي او خلکو امضا کړي دي هغه دلته راوړل کیږي ډیر مننه کوم تاسو ټول چې په دې باسکم ګډون وکړ کور مو ودان تاسو لیدونکو نه هم مننه کوم چې تر دې دمو زموږ ملتیا او کتر بیا دوخته پاپ